سلام بچه ها، امیدوارم که خیلی خوب باشید. البته فکر نمی کنم کسی بتونه امروز حالش خوب باشه بعد از شنیدن خبر فوت مهسا امینی، به خاطر اینکه گشت ارشاد به خاطر حجاب گرفتتش و حالا ظاهرا تو فیلمایی که اومده به خاطر فشاری که بهش وارد شده از نظر روحی روانی ظاهرا سکته کرده و افتاده زمین. حالا من نمیدونم صحت این فیلم ها رو دقیقا مطمئن نیستم، نمیدونم چه، ولی ظاهرا به این دلیله. ولی هرچی باشه علتش این گشت ارشاد بوده که این دختر گرفتن بردن وزرا. و توی فیلم چیزی که ما دیدیم خیلی تیپ ساده ای داشت، مانتوی بلند مشکی، شال مشکی، بعد عکسایی که ازش دیدین اصلا دختر اهل دیدم آرایش و ژل و قیافای اینجوری اینا نبوده، خیلی قیافه ساده ای داشت. من اصلا نمیتونم درک کنم چرا یه دختری با اون تیپ و ظاهر خیلی ساده رو باید بگیرن، ولی با خیلی دیگه کاری ندارن. خیلی امثال همون هدا رستمی که توی اینستاگرام میاد تبلیغ ایران آزاد و زیبایی های ایران رو میکنه و لباساش همه از اینجاست و پاچه شلوارش بالاست و کسی با اونا کاری نداره، ولی نمیدونم چرا باید به مهسا امینی گیر بدن و باعث مرگش بشن. حمید صفت یه فری استایلی اومدش برای موضوع، خالی از لطف نیست دیدنش. فکر کردم با هم دیگه ببینیم، من یه چند ثانیه اولش رو دیدم بعد فکر کردم که بهتره که با هم دیگه ببینیم. من حالا توی گوشی پلی میکنم ولی بعد برای شما میندازم این پایین. که دمش گرم، واقعا دمش گرم. من مثل تیاریم، دارم کل زندگیم و بالا میام رو میز بریز. من مثل تیاریم، دارم کل مملکتم و بالا میام رو میز گچی بریز. مخزن تحتیل بی مایه عمر فتیل، 5 سال بی حکم قطی، زن و بچمونی تطمیم جاست بی حجاب دستگیر، شرایط بعد فصلی بارون نمی که رو سری نمی تاثیر دستی شیشستی مسی باشم گفتم هورمون و قریز هست سرچی خوب بودش گفتم نزن گل و کبیر هست نمیخوام با چک و فوش کردن تربیت چی شده یه موسای کلا جمعیت تو تو عقیده به 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 ریدی طبیعت بالا میام هرچی مقزت تو رو من بالا میام هرچی یخدم رو تو پس بزا بمیرم و نبینم میخوریم با هم قمش کل دنیا تو جهش ما کف درد و تنش کی راسته کی چپه کیرم چی میدم بهم تهش میدونی چی میکنه مسئله رو بعدش نداره گرونه پدره میگه بکن کنش خدا کنه که کنم غلط تو فین ذات بی شرف فلت ناموسم بیر اومدم واسه پول و ترک و عرب کنم یا بی شرف بره. از رپ کردنش چی بگیم، خیلی قشنگ بود، ولی حرفایی که زد حرف دل همه ایرانی ها بود. میگه هر کاری که دلم خواست بکنم گفتن حرام است نکن، هر چیزی که میخواستم گفتن نکن و همش جلوی ما رو گرفتن. چی کار دارن میکنن با دختر این مملکت؟ واقعا چی کار داریم میکنیم؟ مثل دختر آبی که به خاطر عشقش واسه رفتن به استادیوم تشویق استقلال اون بلا سرش اومد، مهسا امینی که به خاطر چند تا تار مو و خدا رو شکر که اصلا اختلاسگری و اینا هیچ مشکلی نیست، فقط این موه مشکله که خیلی ها رو از کشور فراری میده. خودتون میدونین دیگه، نمیخوام چیزی بگم بیشتر، میخواستم فقط در مورد بازتابایی که توی فضای مجازی داشت صحبت بکنم. اول در مورد استوری رضا پیشرو که عکس مهسا امینی که توی کما بود و گذاشته و نوشته نوبت مردم هم میشه با تمام وجود تسلیت. پوتک که استوری گذاشت و نوشت مهسا امینی قلب مشکی و حالا چیزایی دیگه که زیرش نوشته بود. اپیکورتونز گذاشتن بچه اپیکور کی میخواید جمع کنید بساط این جهالت رو؟ هر ایرانی، هر مسلمون یا غیرتش، هر کسی با هر تفکری از کنار این اتفاق ساده بگذره انسان نیست، آدم نیست، حتی حیوان هم نیست. مهسا امینی. لطیف علی استوری گذاشته که یه عکس چشمایی که وحشت زده است و صورت قرمز نشه فوت شد مهسا امینی. حاجی پشوام مرجا که استوری گذاشته آقای جمهوری اسلامی شاید الان متوجه عمق فاجعه نباشید ولی خیلی بد شد، خیلی. کیارپ استوری گذاشته الان دوباره یه ساختمونی برجی چیزی خراب میکنن رو سرمون، این یکی یادمون بره اینجا خدا مرده. مجهول
استوری گذاشته و توییترش رو اینجا نوشته که این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد. و البته تا این لحظه سروش هیچ کس هنوز هیچ استوری نذاشته، برای من خیلی عجیب بود که هیچ کس رو فدایی ندیدم استوری گذاشته. حالا باز دوباره چک میکنم، دوباره مشهور قسمتی از آهنگ یاس رو گذاشته. این حال ملتی که در اصل تک به تک حقایق رو میبینه اما از لای میله ها. کاگان استوری گذاشته حقیقتا خسته شدیم از اینکه هر روز یه خبر اینجوری حالمون رو خراب میکنه. چرا باید یکی با همجنس خودش همچین رفتاری کنه؟ چرا یکی به جای اینکه فکر پیشرفت کل کشور باشه باید باعث شه حال یه ایران اینجوری بد شه؟ امیدوارم یه روزی ما زنده باشیم و ببینیم تموم شده این اوضاع. آدم این چیزا رو میبینه دل و دماغ هیچ کاری واسش نمیمونه. امشب قرار بود یه سینگل از آلبوم بیاد که فعلا میندازیمش عقب. راستش من خودم همین الان می‌خواستم آهنگ جدید دانیال رو ریاکشن بکنم، ولی واقعا اصلا نمیشه ساکت مون در مورد این قضیه، نمیشه. آقای جعفری هم یه استوری گذاشته از فیلم زنگ مغزهای کوچک زنگ زده، اونجا که داره میگه واسه چی زدی و نوشته مهسا امینی. اون قسمتش واقعا اون فیلم اگر دیده باشی میدین کراس. سوگند که عکس مهسا امینی رو گذاشته و نوشته مهسا امینی. ایمانمون این آهنگ رو گذاشته از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله، جانم لاله در میده و نوشته مهسا امینی. و دوباره تو استوری بعدیش نوشته انگار دیگه نسبت به این اتفاقا بی‌حس شدیم، جوانامون کف خیابون برای حجاب، آزادی و حتی حقوق اولیه‌شون جون بدن. حال به همزن‌ترینتون اونایین که برای ملکه انگلیس استوری گذاشتین، یه وقت بی کلاسی نباشه بعد الان سکوت کردین. یادم نمیره وقتی جورج فلوید مرد که تازه از نظر خیلی از طرفداران حکومت یه ستاره فیلمای بزرگسالان بود دیگه، و یقه ها پاره کردن و اعتراض ها که پلیس آمریکا این کارو کرده اون کارو کرده، و الان ساکتن. به قول یاس از بیم شکمه اگه کسی ساکته. آرمین رابر نوشته تو موزیکم حرفمو میزنم نه استوری فکنم، به زودی قراره فریستایلم از آرمین رابر داشته باشیم. مدگلم گذاشته عکس مهسا امینی و نوشته دختر باشید میبرنتون وزرا بمیرید، پسر باشید میبرن سربازی خودکشی کنید، مرده باشید سنگ قبرتون رو میشکنن، سگ باشید میکشنتون، درخت باشید میسوزن یا قطع میکنن، دریاچه باشید خشکتون میکنن، سنگ و کوه باشید نابودتون میکنن. فکر کنم قشنگترین استوری رو واقعا مدگل گذاشته بود از زبونی دختر. منم چند بار گشت ارشاد منو گرفت، یه بار به خاطر اینکه بوتم بلند بودش و روی شلوارم بود. خنده داره، خنده داره. توی مملکتی که 40 ساله تبلیغ حجاب میکنن، به خاطر حجاب همه کار میکنن، همه جور بودجه خرج میکنن، باز باید این همه به زور بخواین مردم حجاب داشته باشن؟ آخه پس معلومه که 40 سال هیچ فایده ای نداشته. به خاطر بوتم که روی شلوارم بود منو گرفتن بردن وزرا و گفتن که زنگ بزن خانوادت بیاد برات نمیدونم یه کفش بیاره و کفشتو ازت میگیریم و اون لباس و اون کفشم که به قول خودشون آلت جرمه ازتون میگیرن. و یه بار دیگه هم تو خیابون منو به خاطر رژه گونم یه باورتون میشه خانومه یه ماتو خیلی بلند پوشیده بودم و آرایشم هم خیلی کم بود مثلا رژه گونه زدم، خانومه به من نگاه کرد نمیدونست به چی گیر بده، گفت رژه گونه داری و نذاشتم خانم منو ببره. اینقدر داد و بیداد کردم و سر و صدا کردم، بهش گفتم که باید به من نشون بدی کارتتو، تو اصلا حق نداری به من دست بزنی، من بعد اول کارتتو رو ببینم تا مطمئن بشم اصلا تو کی هستی. و خلاصه نذاشتم منو ببرم، ولی چندین بار به خودم منم گیر دادن یا گرفتن بردن و واقعا یک استرسی به آدم میدن. من درک میکنم چرا فوت کرده، به خاطر استرس خیلی زیادی بوده که بهش وارد شده. و بعدش جیدال استوری گذاشته کباب قناری بر آتش، سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروز مست، سور عزای ما را بر سفره نشسته است، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد، از احمد شاملو. عرفان استوری گذاشته گفت عادل نسلم زد عاقل و دستبند، کرد قاتل و تبرعه حق باطل رسمن. توماج استوری گذاشته ما وطنی میخواستیم که برایش جان دهیم، اما وطن اینگونه شد که ما با دستش جان دهیم.
و توی استوری بعدم که از توییتاش گذاشته. باز من الان یه چک بکنم ببینم که آیا هیچ کس هم استوری گذاشته یا نه، چون من دیدم که هیچ کس چیزی نذاشته بود. نه بچه ها، هیچ کس نذاشته. فدایی هم هنوز چیزی نذاشته. البته اون آدم هایی نیستن که کلا در مورد این مسائل سکوت بکنن، شاید دلیل خاصی داشته که الان چیزی نذاشتن و بقیه سکوت کردن. دقیقا اسمشو میذاریم بیم شکم اگر سکوت کردن، و دم اونای گرم که سکوت نکردن، کنار مردمشون بودن. چون آرتیست هر چیزی که داره از مردم، اگه این مردم یک لحظه شما رو بذارن کنار، دیگه آهنگاتون رو گوش نکنن، دیگه فالوتون نکنن، شما هیچی ندارید، هیچی ندارید. پس باید اینجور مواقع کنار مردم باشید. از حمید صفت باید تشکر ویژه بکنیم. اولین کسی بودش که به سبک هنری واکنش خیلی درخوری به این قضیه نشون داد. امیدوارم که دیگه همچین اتفاقی برای هیچ دختر نیفته. البته همه این آرزوهای ما محال کلن و اون روز خوبه فکر نمی‌کنم حالا بیاد. خیلی مراقب مادرها، خواهراتون باشین. اگر دختر هستین خیلی مراقب خودتون باشید، چون شوخی بردار نیستش. پای جون یه آدم وسطه، خدای نکرده ممکنه بعدیش یکی از خود ماها باشیم. امیدوارم که دیگه این اتفاق نیفته. برای شادی روحش فاتحه بخونی، دعا بکنی. امیدوارم که خانوادش در آرامش باشن و از اینکه همراه هم بودین خیلی ممنونم. خداحافظ.